سلام دوستان، با آموزش کاربردی نرم افزار مایکروسافت اکسل در خدمتتون هستیم. در این فیلم میخوایم مقدمه‌ای برای اکسل رو به شما ارائه بکنیم. خب منظور از آموزش کاربردی اکسل چی هستش؟ قبل از اینکه وارد نرم افزار اکسل بشیم و بخوایم بدونیم که اکسل رو چجوری یاد بگیریم، اول باید بدونیم که هدف از اکسل چی بوده و اینکه مایکروسافت یه نرم افزار چنین قدرتمندی رو ارائه کرده و به اینجا رسونده هدفش چی بوده. خب اکسل یک نرم افزار تجزیه و تحلیل هستش، یک نرم افزاری هستش که ما داده ها رو در اون وارد میکنیم، اطلاعات رو در اون وارد میکنیم. ارقام میتونه باشه، این اطلاعات میتونه متن باشه، میتونه هر چیز دیگه ای باشه، عکس باشه حتی، و ما توسط اون اطلاعات پردازشی رو رو اون انجام بدیم از طریق امکاناتی که اکسل در اختیار ما گذاشته. اون اطلاعات رو پردازش کنیم و نتیجه گیری رو از اونها داشته باشیم. بنابراین اکسل یک نرم افزار تجزیه و تحلیل و پردازش هستش. ما از اکسل استفاده میکنیم که اطلاعات رو پردازش کنیم. خب با توجه به اینکه خود پردازش و عمل تجزیه و تحلیل یک کار بسیار گسترده هستش، خب اکسل هم نرم افزاری با قابلیت های بسیار زیاد شده و در اون، یعنی از اکسل خیلی استفاده های دیگه به غیر از حتی تجزیه تحلیل هم میکنم، مثل استفاده پایگاه اطلاعاتی. یعنی من خیلی جاها میبینیم که از اکسل هم به عنوان یک پایگاه داده که هدف حتی اکسل هم نیستش استفاده میکنم، به خاطر اینکه مفهوم تجزیه تحلیل خیلی زیاد هستش و گسترده است. اما خب به همین دلیل این محدودیت هم ایجاد میکنه که ما نباید هر کار رو با اکسل بکنیم، مخصوصا استفاده پایگاه داده. اگر بخوایم درست از اکسل استفاده کنیم و فقط تجزیه تحلیل باش بکنیم و بهترین قابلیت اکسل تو تجزیه تحلیل هستش. خب من اگر استفاده پایگاه داده ای ازش بکنم چه اتفاقی میفته؟ اتفاق خاصی نمیفته. من فقط وقتی که دارم تجزیه تحلیل میکنم کند میشه اکسلم در حقیقت، وقتی که اطلاعات خیلی زیاد میشه. پس من یه محدودیتی شاید داشته باشم واسه اینکه اطلاعات رو وارد کنم. اما خب با توجه به اینکه قابلیت اکسل زیاده، خیلی وقت ما میتونیم اون محدودیت ها رو هم برداریم و استفاده پایگاه داده اون هم بکنیم. ولی خب بهترین کار اینه که از یک پکیج دیگه مایکروسافت که اکسس هستش برای پایگاه اطلاعاتی استفاده کنیم و از اون پایگاه اطلاعاتی داده ها رو فراخوانی کنیم و با اکسل اونا رو تجزیه تحلیل کنیم، با به طور مثال با پاورپوینت اونها رو پرزنت کنیم یا با یه نرم افزار مثل ویزیو اونا رو ترسیم بکنیم، بتونیم فرآیند ترسیم کردن داشته باشیم. خب مایکروسافت پکیج های مختلفی رو داره که هر کدوم کاربرد و هدف خاص خودشونه. حالا تو این دوره ما میخوایم از اکسل به صورت کاربردی استفاده کنیم و تاکید بیشترمون هم روی تجزیه و تحلیل هستش. و خب به خاطر اینکه خیلی جاها استفاده پایگاه داده ای هم میکنه، مقداری هم از همین نرم افزار واسه ثبت اطلاعات هم استفاده میکنیم. تو این دوره ما ابتدا میایم در کنار هم یک فرمی رو تهیه میکنیم مثل این فرم و یاد میگیریم که چجوری فرم ها رو تو اکسل در بیاریم. خیلی از جاها به خصوص تو واحدهای مالی از فرم های اکسل واسه ثبت اطلاعات استفاده میکنن که اطلاعات رو بتونن تو اون ثبت کنن و بعد تجزیه تحلیل های مالی خودشون رو بکنن. خب ما حالا کار تجزیه تحلیل مالی اینجا نمی کنیم، در عوض یه فرمی رو تهیه میکنیم که واسه ثبت اطلاعات همکاران، ورود و خروج های همکاران هستش و میتونیم از اون تشخیص بدیم که آیا یه ورود و خروج عادی بوده، حالا با تاخیر یا بدون تاخیر، یا ماموریت ساعتی بوده که ورود و خروج متفاوت شده، یا طرف مرخصی ساعتی از ما گرفته. ما مرخصی روزانه رو توی نیوردیم، در صورتی که میتونستیم بیاریم ولی چون گستردگی بیشتری رو به فایل ما میدادش و یادگیری اکسل رو شاید کمی سخت میکرد، میخواستیم تا حدی این یادگیری باشه که کاربردش باعث پراکندگی ذهن نشه.
گفتم چون اکسل خیلی بسط و گسترده هستش، ما اینجا کاربرد اصلی اکسل رو یاد میگیریم و تا حدی اکسل رو کار میکنیم که دچار پراکندگی ذهن نشیم و بتونیم 80% از کارهایی که حداقل 80% از کارهایی که تو اکسل لازم هست رو انجام بدیم. خب پس اولین کاری که میکنیم یه فرمی مثل اینو در میاریم. بعد از اینکه این فرم رو درآوردیم، جداول و اطلاعات رو با هم نگاه میکنیم که چجوری میتونیم اطلاعات رو توی اکسل داشته باشیم و به صورتی داشته باشیم که بتونیم اونا رو به راحتی تجزیه تحلیل کنیم، که این اطلاعات کارمندان هستش که من توی اکسل دارم و یه جدول دیگه که ساعت‌های ورود و خروج توی اون ثبت شده و نگهداری شده. ما میتونیم این ساعت‌ها رو تو اکسل فقط داشته باشیم یا از نرم افزاری مثل اکسس فراخوانی بکنیم که اینجا هر دو تا قابلیت رو داره. یعنی من میتونم از اکسس اولین اطلاعات رو فراخوانی کنم بدون اینکه ثبت بشه و بعد تجزیه تحلیل رو بکنم، یا از نرم افزاری مثل شیرپوینت که خیلی از شرکت‌ها از اون دارن استفاده می‌کنن و قابلیت خروج اکسل رو داره برای ما و ما میتونیم از اون اطلاعات رو بخونیم و هر بار رفرش کنیم و اطلاعات رو به روز رو داشته باشیم بدون اینکه فایل اکسل ما خیلی حجیم بشه و بتونه کند شدن رو واسه ما داشته باشه. بدون اینکه فایلمون کند بشه بتونیم از شیرپوینت استفاده کنیم، اطلاعات رو هر بار بخونیم و اطلاعات قدیم رو پاک کنیم و اطلاعات قدیم رو از دست داده باشیم و اطلاعات جدید توش داشته باشیم که نرم افزار کند نشه. ولی خب ما اینجا چون شیرپوینت نداریم و اکسس هم نداریم، با خود اکسل استفاده کردیم تا بتونیم اطلاعات رو ثبت بکنیم. پس من این اطلاعات رو اول، پس دوم این میام سراغ این اطلاعات که چجوری میتونیم اطلاعات رو تو اکسل داشته باشیم و به چه نحوی اینا رو تنظیم کنیم که بتونیم به راحتی تجزیه تحلیل کنیم، و بعد دوباره تو فرمم میام و فرمی که ساختم رو از طریق فرمول هایی که باسش می نویسم. پس تو مرحله بعد فرمول نویسی رو با هم کار میکنیم که میایم فرمول ها رو می نویسیم و از طریق این فرمول ها میتونیم اطلاعات رو پردازش کنیم و از طریق دو تا ابزار کاربردی، یکی دیتا والیدیشن که این نمادهای اینجا و رنگ‌آمیزی اینجا رو ایجاد کرده، این سبز و این قرمز و این نمادهای کوچیک، و ابزار دیگه تجزیه تحلیل که ترسیم نمودار هست رو با هم خواهیم داشت و میبینیم که چجوری نمودارها رو میتونیم ترسیم کنیم و زیبا کنیم که بتونیم گزارش خوب و مفهومی رو ارائه کنیم. و بعد اینکه این دوتا ابزار رو دیدیم، از ابزار بسیار کاربردی پیوت تیبل استفاده میکنیم که گزارشات رو بگیریم، بتونیم گزارشات خلاصه بگیریم. ابزار پیوت تیبل خیلی کاربردی هست و واسه تهیه گزارشات سریع و مفهومی و خوب خیلی استفاده میشه. به خاطر این ما اینجا پیوت تیبل رو به جزء خواهیم دید و انواع اقسام پیوت تیبل رو با هم ترسیم خواهیم کرد و از طریق این پیوت تیبل ها پیوت چارت ها رو ایجاد میکنیم و یه داشبوردی رو در نهایت تهیه میکنیم که بتونیم به مدیر و یا خودمون که اگه میخواییم مثلا تجزیه تحلیل رو مشاهده کنیم و به راحتی بتونیم اطلاعات رو کسب کنیم و بتونیم تصمیماتمون رو بگیریم، یه داشبوردی رو تهیه میکنیم که داشبورد معنی یه فضایی رو داره که اطلاعات رو به صورت خلاصه و سریع به طرف انتقال میده و طرف میتونه تجزیه نتیجه نهایی رو مشاهده بکنه و به راحتی تصمیمات رو خودش رو بگیره. خب ما همینجا میایم یه چنین چیزی رو با هم تهیه میکنیم که بدونیم چجوری میتونیم به سرعت گزارش نهایی رو تهیه بکنیم و یه داشبورد و نمودارهای بسیار خوبی رو واسه یه گزارش دهی تهیه کنیم. و خب زمانی که این گزارش رو تهیه کردیم میتونیم واسه کسانی که میخوان از این گزارش استفاده کنن اونا رو پرینت بگیریم و به صورت پرینت به اونا ارائه بکنیم، یا اینکه ایمیل بکنیم اینو به صورت عکس بگیریم و ایمیل بکنیم، یا خود کلا نرم افزار رو ایمیل کنیم، و یا اینکه به صورت آنلاین توی وبسایت یا توی شیرپوینتی که برای کل اون سازمان وجود داره قرار بدیم تا هر کسی که دسترسی اون رو داره بتونه بره و اون رو به صورت آنلاین نگاه کنه و وقتی که آپدیتش اومد آپدیت های اون رو نگاه کنه.
بعد از اینکه این داشبورد رو تهیه کردیم، در نهایت مقداری هم با VBA آشنا خواهیم شد برای ثبت کردن اطلاعات. و ما کد دو نوع کد می نویسیم اینجا که اگه بخوایم کد اون رو الان ببینیم، دو نوع کد خواهیم داشت اینجا، یکی واسه ثبت کردن اطلاعات که از این دکمه ثبت اطلاعات استفاده میشه توی اون، و یکی هم واسه پاک کردن اطلاعات. مثلا من اطلاعات رو به اشتباه وارد کردم و میخوام پاک کنم، که از این دکمه واسه پاک کردن اون اطلاعات استفاده خواهیم کردش. و خب یه کد، یه برنامه خیلی ساده ای رو توی VBA خواهیم نوشتش. از اونجایی که خود VBA نیاز به یک دوره طولانی و مجزای دیگه رو داره، ما اینجا فقط VBA رو به صورت ساده در حد یک برنامه کوچیک که بتونین یک سری کار یاد بگیرین اونو و یک سری کارهای مقدماتی رو با VBA انجام بدین ارائه خواهیم کرد و با هم دیگه یاد خواهیم گرفتش. خب امیدوارم که این دوره آموزشی رو تا انتها پیگیری کنید و بتونه این دوره برای شما مفید واقع بشه و از اون استفاده بکنید. برای اینکه بخواین این نرم افزاری که از اون داریم استفاده میکنید که تو اکسل توسعه داده شده رو تهیه کنید، میتونید به وبسایت ما با آدرس www.diaco.com مراجعه کنید و در اونجا این فایلی که این فایل قرار داده شده و این فایل رو تهیه کنید و هم بتونید موارد مختلفش رو ببینید، هم میتونید ازش استفاده عملی بکنید اگر نیاز دارید جای این اطلاعات ورود و خروج همکاران رو به دست بیارید، همین که در هنگام یادگیری اون رو داشته باشید، و همین که میتونید پس از اینکه یاد گرفتین خودتون این رو به نحوی ادیت کنید که اطلاعات دیگه ای توش ثبت بشه و گزارش های دیگه ای رو بگیرید و از همین فرمت استفاده کنید. ممنونم از توجهتون، امیدوارم موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.